لویدز لیست اعلام کرد جبل و تارق درخواست آمریکا را برای جلوگیری از حرکت تانکر رژیم ایران در نظر می گیرد. لویدز لیست نوشت همچنان که صاحبان گریس یک به دنبال جایگزینی خدمه کشتی هستند، تحقیقاتی توسط بازجویان برای در نظر گرفتن درخواست آمریکا در جریان است. لویدز لیست نوشت بدین ترتیب زمان به ضرر این تانکر است. رویترز قبلا گزارش داده بود که پیکاردو وزیر اول جبل و تارق در مصاحبه با رسانه ها اعلام کرد احتمال ایجاد مانع حقوقی برای نفتکش گریس یک همچنان وجود دارد و ممکن است پرونده این کشتی به خواسته آمریکا به دادگاه بازگردد. وی افسود موضوع فراخان آمریکا مستقل از پرونده قبلی توقیف این کشتی بوده و مقامات در حال بررسی آن هستند و رسیدگی به آن یک پروسه قضایی دیگر می طلبت. حکومت آخوندی که ابتدا اعلام کرده بود کشتی گریس یک آزم سوری است بعد از توقیف کشتی و احکام صادره از دادگاه برای استمرار توقیف آن در هفته های گذشته رویه انکار و هاشا در پیش گرفت تا بتواند تحریم های اتحادیه اروپا علیه بشار اسد را دور بزند. رژیم در یک سند مکتوب با سربرگ و امضای خانش در انگلستان تعهد داد که در صورت رفع توقیف از گریس یک این کشتی به هیچ بندر یا کشوری که مورد تحریم اتحادیه اروپا است نخواهد رفت. اما بعد از صدور حکم دادگاه سخنگوی وزارت خارجه رژیم و همچنین به ایدی سفیر رژیم در انگلستان تلاش کردند این تعهد را دور بزنند تا راه انتقال نفت رژیم برای رژیم جنایتکار اسد بسته نشود گزارش های منتشر شده از جلسه دادگاه در روز پنجشنبه حاکی که قاضی دادگاه جبل طارق در هنگام اعلام حکم خود میگوید کشتی گریسیک یک بر اساس تعهد رژیم ایران به اینکه در بنادر مورد تحریم اتحادیه اروپا نظیر سوریه پهلو نمیگیرد رفع توقیف می شود. قاضی همچنین تصریح می کند که دادگاه دادخواستی از سوی آمریکا برای ادامه توقیف نفتکش دریافت نکرده است چیزی که برخلاف گزارش منتشر شده قبل از آن در روز پنجشنبه است در همین رابطه همزمان با دادگاه سندی توسط مقامات جبل تاریخ منتشر شد که نشان میداد سفارت رژیم در انگلستان تعهد داده است که این کشتی به بنادری که مورد تحریم اتحادی اروپا قرار دارد نخواهد رفت. حکومت آخوندی در ابتدای توقیف نفت کش خود در جبل تارق اعتراف کرده بود که مقصد این کشتی یکی از بنادر سوریه بوده است. سفیر انگلیس در اعتراض به توقیف غیرقانونی یک نفتکش حامل نفت ایران در تنگی جبل تارق به وزارت خارجه احزار شد. صبح امروز نظامیان نیروی دریایی انگلیس با بالگرد نظامی و قایق‌های تندرو به نفکش حامل محموله نفت ایران حمله بر شدند و آن را توقیف کردند این نفکش بزرگ حامل حدود دو میلیون بشک نفت فروخته شده ایران است که آزم پالایشگاه بانیاس سوریه بود سروزیر دولت جلال الطارق میگوید پالایشگاه بانیاس سوریه جزء املاک نهادی است که تحت تحریم های اتحادیه اروپا علیه سوریه قرار دارد اتحادیه اروپا از هشت سال پیش علاوه بر حمایت از تروریست های سوریه دولت قانونی این کشور را از جمله در بخش نفت تحریم کرده است